یا به سبز فروش. چی میخوای؟ من نمیگم. من از سبزی مالی سبزی مالی سبزی مالی جانم داری؟ زهر مال یه جون دارم یه جون تو میزنم به نظر من. آره خوشمزه است، خیلی خوب بود. از شیر برنج خودمون هم خوشمزه تره چون بعد درستش میکنم. سلام به دوستای عزیزم، امیدوارم که حال دلتون خیلی خیلی خوب باشه، خوب و خوش و سلامت باشه. اول بگم که این گاز رو راه انداختم، بعد نخریدم قابلمه چون داشتم قابلمه القایی داشتم. قابلمه القایی واسه اونایی که تازه وارد چنل من شدم بگم، قابلمه القایی قابلمه ای که آهن ربا به تهش بچسبه، بهش میگن قابلمه القایی. به خاطر اینکه این گازی که من گرفتم گاز شیشه‌ای فقط قابلمه‌ای که القایی هستن رو قبول میکنه که تهش آهن ربا باشه که بچسبه. قابلمه القایی هم من پیدا کردم تو مرکز خرید پالادیوم. حالا که قرار برم بگیرم اونجا، بعد گفتم حالا تا برم از این قابلمه ها استفاده کنم تا بعد. بعد من به لطف علی و عرفان که این چنل رو بچه ها برای من زدن، من قبلا هم گفتم من داخل اینستا فعالیت داشتم تا جایی که یه مقداری چند تا تبلیغات هم به من دادن، تا این حد من فالوئر داشتم و پیجم هم پیج آشپزی بود. ولی خب کامنت ها یه مقداری کم لطفی دوستان بود، کامنت های خوبی نمیذاشتن. بعد بچه ها دیگه من گفتم من دیگه نمیخوام این استا داشته باشم دیگه. علی و عرفان گفتن نه مامان بیا برات یوتیوب باز کنم. دیگه من این استا رو ول کردم و با اون همه حالا دوستای خوبی هم پیدا کرده بودم، ولی خب دیگه بستم اومدم داخل یوتیوب. به علی عرفان گفتم که ببینین اگر باز من کامنت بد بگیرم دیگه اصلا ببندیم چنل رو. علی عرفان گفتم مامان لول یوتیوب خیلی فرق میکنه با اینستا، اصلا کسایی که داخل یوتیوب هستن اصلا اینجوریه، یعنی یوتیوب بالاست اینستا پایینه مامان. بعد گفتم باش که دیدم بله واقعا چقدر فرق داره. نمیگم تو اینستا آدم های خوبی نیستن، چرا هستن، درصدشون هم بالاست، ولی درصد اونایی هم که لولشون خیلی پایینم بالاست. یعنی دیگه اصلا ولش کن، اصلا این حرفا رو ولش کن. داخل یوتیوب من خیلی دوست پیدا کردم، خیلی. ولی از بین این دوستای عزیزم دو سه نفر خیلی صمیمی شدیم. دو تاشون رو میگم، یکی سلماز جونه که اهل شیرازه و یکی هم سوده جونه. سوده خب خیلی با من در تماسه و خیلی بگو بخند و خیلی خیلی. سلماز جونم که شیراز هستش و دیگه بنده خدا اونم گرفتار زندگی و بعد بچه و ایناست. بعد گاز خاموش شد. با سوده جون
سوده جون فلان زندگی میکنه. بعد خیلی دختر خونگرمیه، خیلی عزیزمه، خیلی عزیزمه. یعنی جوری شده که وقتی که برام پیام نمیده یا تماس نمیگیره نگرانش میشم، مثلا عادت کردم دیگه. تا دیروز بهش پیام دادم، گفتم آخه کجایی و اینا، گفتش که کجا؟ آها، ورزشم. بعد دیدم برای من یه دسری فرستاد، گفت شهر جون من امروز این دسر رو درست کردم، مال ترکیه است، سوتلاش. من این سوتلاش رو خورده بودم تو قبرس، خیلی خوشم اومده بود، ولی هیچ وقت فکر نکردم که یه بار درست کنم. بعد سود جون بهش گفتم که پس طرز تهیهش رو برای من بفرست، گفت اتفاقا میخواستم برات بفرستم که درست کنی. که بنده خدا برای من فرستاد، من برم یه سری دیگه وسایل آماده کنم و برگردم. خب من برگشتم. من اول مواد مواد لازمش رو بهتون بگم، چون تازه برای من فرستاده اینو. بعد من دفعه اولم هم هست که میخوام این دسر رو درست کنم، مجبورم که از روی نوشته بخونم. خب حالا من این مواد لازم رو بهتون میگم، مجبورم که از روی گوشی بخونم. نوشته که برنج نیم دانه 3 قاشق غذاخوری. این اندازه‌ای که سود جون برای من فرستاده به اندازه 2 کاسه آبگوشخوریه. آبگوشخوریامون که میدونیم اونجوریه. بعد ظرفم باید سرامیکی باشه که خوشبختانه من داشتم خونه. بعد نوشته که برنج نیم دونه 3 قاشق غذاخوری، باید این برنج با 1.5 لیوان پخته بشه. من برنج نیم دونه نداشتم، 3 قاشق غذاخوری برنج معمولی ریختم با همون. من البته چون این برنج معمولی بود 2.5 لیوان من آب ریختم. حالا اینو روشنش میکنیم. میذاریم که ببرد. بعد شیر 1 لیتر که من از شیر کمچرب آلیش استفاده میکنم. بعد کره 1 قاشق، 1 قاشق غذاخوری خامه داره، ولی خب من خامه نمیریزم چون دیگه خیلی سنگین میشه. بعد شکرم 0.5 لیوان فرانسوی، زرده تخم مرغ حالا میشکونمش، و وانیل، وانیلم 1 قاشق چای خوری، گلابم 1 قاشق، آرد نشاسته 3 قاشق غذاخوری. بعد دیگه همین دیگه، این برنج رو میذاریم بپزه قشنگ. بعدم به شیر رو اضافه میکنیم. ببخشید دیگه دارم از روی میخوام، چون اولین بارمه دارم اینو درست میکنم، باید با دقت باشه. خب من برم در اینو بیارم و بعد. خب من اومدم، برنج هی میخواد سر بره. بعد این دسر باید از اول تا آخر با حرارت پایین درست بشه. با حرارت پایین ها، ولی نمیدونم چرا برنج دیگه. خیلی آوردمش پایین. ادبت این برنج که پخته شد مثل شل زرد، ما 1 لیتر
شیر رو بهش اضافه میکنی. حالا من دوباره بعد برم داخل گوشی. بعد تو این کاسه ما نشاسته و زرده تخم مرغ و پنیر و گلاب و داخل این کاسه می‌ریزیم. بعد تخم مرغ فقط زردش. وانیل و باید اینو هم بزنیم که دیگه از زرده تخم مرغ چیزی معلوم نباشه. باید جوری هم بزنیم که این گوله گوله نباشه، یه مایه یه دست به هم بده. شاید هم قشن بگه زود مایه رو به ما داد، یه مایه یک دست. ببینیم یک مایه یک دست به ما داد. خب دوستای عزیزم، من دوباره اومدم، برنج به پز برنج، بعد شیر رو اضافه میکنم، بعد که شیر جوش اومد کره رو میریزم و در آخر که میخوام بذارم یه مقداری جا بیفته شکر رو میریزم. سوده جون گفتن که شکر رو آخر میریزیم، که میگن که شکر رو آخر بریزیم بهتر جا میفته. بعد بعضی وقتا رفیق خیلی بهتر از فامیله، خیلی بهتر از فامیله. همین سوده جون بارها بارها به من گفت که هر موقع علی و ارفان کاری داشتن، کمک خواستن، اگر خواستن بیان فلان من هستم، اصلا نگران نباش، من کمکشون میکنم. ببینین علی و ارفان اصلا احتیاجی ندارن، خودشون باید رو پای خودشون بایستن، شاید اصلا یک کشور دیگه برن، ولی همین که میگن، همین که آدم میدونه یکی هست مثل کوه پشتش، این برای من شخص من خیلی با ارزشه. البته فقط سوده جون نبود، خیلی های دیگه بودن، یکی گفت بیاد سوئد، یکی گفت بیاد امریکا، یکی گفت بیان آلمان، بخصن آلمان، ولی اسمشون دقیق تو ذهنم نیست. گفت بیان آلمان، من صفر تا صد پشت بچه ها هستم. کلن دارم میگم علی و ارفان باید رو پای خودشون وایسن که یاد بگیرن. همیشه پدر و مادر نیست، همیشه دوست و رفیق نیست، ولی کلن میخوام بگم که دوست بعضی وقتا نه، همیشه از صد تا فامیل و هم خون بهتر، و آدم باید این دوستا رو نگه داره. نه من احتیاجی به این دوستا دارم، نه اونا احتیاج، از نظر مالی اونا احتیاج به هم نداریم، یه محبت فقط، که اون محبت هم فامیلای نزدیک از آدم میگیرن، که هیچ مهم نیست اصلا. خب بعد دیگه همین خواستم همین رو بگم، اگر دوست خوب داری دلشون نکنی، گاهی وقتا میشن همدم، مثل فری که دیگه همه میدونین همدممه، رازدارمه، پشتمه مثل کوه، تو هر اتفاقایی که تو زندگی افتاد همیشه پشتم بود، هیچ وقت پشتم رو خالی نکرد. یکی دو تا دوست دیگه هم دارم که حالا قراره که بیان خونمون، مال ایزد شهر ویدا جون، حالا بیان حتما معرفیش میکنم. میگم من سه چهار تا دوست دارم خیلی خوبن، خیلی. بعد اونایی که ناراحت هم میگن ما فامیل اینجوری کرد، خواهر اینجوری کرد، برادر اینجوری کرد، ناراحت نباشیم،
دوست بهتر از همخون آدمه، دور وریای آدمه. و همین، باید این دوستا رو برای خودمون نگه داریم، چون دوست خوب پیدا نمیشه. و نمونهش همین سوده جون که من یه مدتی داخل یوتیوب با هم آشنا شدیم، یه چیزی به من گفت برای عید چند وقت پیش. میگفتش که میخواستم برای علی و عرفان یه چیزی بفرستم برای عید براشون، ولی گفتم الان برای این بچه ها بفرستم، شاید بچه ها ناراحت بشن، بگن که ما خودمون داریم. حالا عدای علی رو در آورد و علی الان میگه که مگه من مثلا ما نداریم برای ما فرستاد از این حرفا. ببینین همین که این یه کلمه رو که برای من گفت، یه دنیا برای من ارزش داره، خیلی برای من ارزش داره. از همینجا، از خودش، از همسر محترمش، واقعا محترم، تشکر میکنم، خیلی تشکر میکنم و خیلی دوستش دارم. از همینجا میبوسم سوده جون، عاشقتم. و همین دیگه، ما بریم بقیه مواد رو قاطی بکنیم و بعد آره دیگه. ببینیم این دیگه الان وقتشه که من این شیر رو داخلش بریزم. یه لیتر شیر میخواست که من نمیذاریم میجوشه. وقتی که جوشی من کره رو بهش اضافه. خب دوستای عزیزم، شیر داره جوش میاد، من کره رو بهش اضافه میکنم. اگرم خامه دوست دارین، خامه هم میتونین به شیر اضافه کنیم، بذاریم با هم جوش بیاد. حالا هم میزنیم کاملا که جوش اومد. ما این مواد که نشاسته و تخم مرغ و نایی که با هم قاطی کردیم و ما یواش یواش بهش اضافه میکنیم، چون تخم مرغ داره یه دفعه نمیریزیم. یاد کنند که زود جوش بیاد. جوش ما این مواد رو کم کم بهش میریزیم، بهش اضافه میکنم. حالا ایشالا دفعه دیگه باز دستم بیاد بهتر درستش میکنم. باید هم بزنیم که بریده نشه. کمش کرد. تمام. حالا یه چند دقیقه میذاریم قشنگ این بپزه. شکر، شکرم اضافه می کنیم. اندازه بکنم بیست دقیقه. آره نه، بیست دقیقه.
بذاریم قشنگ اینجا بیفته و و داخل ظرف رو بریزیم و بذاریم داخل فر. خب من اومدم. بعد از یک رو که گذاشتم این پخت، فقط یه چیز دیگه بهتون بگم، باید مدام اینو هم بزنیم. بعد از این که ما این مایه نشاسته و تخم مرغ و وانیل و گلاب رو که ریختیم داخلش، اگه هم نزنیم تهش میچسبه. حالا ما داخل این کاسه ها، این کاسه ها پر میکنیم و میذاریم داخل فر. داخل فر هم که میذاریم زیرش رو نباید روشن کنیم، بالاش که یه حالت مثل گریل داره اونو روشن میکنیم. درجهش هم روی 200. یه رو تا 20 دقیقه داخل فر میذاریم و تمام. ببینیم چه جوری میشه. داخل این ظرفا رو هم آب میریزم من. من اینا رو پر کنم، بازم باید برم ظرف بیارم. با این قد مواد خیلی هم کم بود، 4 تا 5 تا فکر کنم ظرف از این سرامیکا بشه. من برم با ظرف بیارم و برگردم. خب دوستای عزیزم تموم شد. من مواد سوتلاش رو ریختم داخل این ظرفای سرامیکی. اون مقدار موادی که من بهتون اول فیلم گفتم دقیقا 5 تا ظرف بزرگ و خوب به من داد و الان من داخل اینا رو آب ریختم، داخل ظرف تا نصف آب ریختم، میذارمش داخل فر 200 درجه به مدت 20 دقیقه که قشنگ روش طلایی بشه. بریم که برگردیم. خب دوستای عزیزم، اینم از دسر ما که فردرش رو بردم، قشنگ روش برشته شده. حالا اگه دوست داریم میتونیم بیشتر بذاریم که دور تا دورش برشته بشه. این یه مقدار بیشتر برشته شد. خب ما اینو به مدت 12 تا 24 ساعت میذاریم داخل یخچال که قشنگ خنک بشه و بعد ببینیم که چجوری میشه. خب سلامی دوباره. آقا چند ساعت مون توی یخچال و به عمه فریده گفتم که بیا برای این دسر ترکی رو بخوریم. بعد یه دفعه یادم اومد که این اصلا شیر دوست نداره، به هیچ عنوان شیر دوست نداره. گفتم پس اینم نمیخوره دیگه. گفتم خودم یه امتحان بکنم ببینم چجوری شده واسه دفعه اول. جای همه گم خیلی خالی. خیلی خوشمزه شده. به نظر من از شیر برنج خودمون هم خوشمزه تره، چون داخلش وانیل داره، بعد آرد نشاسته داره، یه طعم خیلی خوبی داره. مخصوصا این روش که اینجور گریله خیلی خوشمزه است. خب خیلی ممنون که تا الان با من بودین، همیشه همراه هم بودین، همیشه حمایت هم کردین. خیلی خیلی دوستتون دارم. انشالله که تنتون سالم باشه، لبتون خندون باشه، غم نبینین. انشالله که خدا همه مریضا رو شفا بده. خیلی خیلی دوستتون دارم. تا ولای بعدی به خدا میسپارم. خدا نگهدار.
دوستای عزیز، خوبی شما؟ ایشالا که روز خیلی خوبی داشته باشیم در کنار خانواده عزیزتون. علی عرفان جان خوبی؟ شما ایشالا روز خیلی خوبی داشته باشه. خب سلام دوباره، عمه خانم اومدن برای چی بگم فقط این فریده با اون فریده اشتباه. نه دیگه قیافه مگه مشخصه چی فریده چی میگه؟ به من نگو عمه. آره بابا عمه خانم سنم میره بالا. نه اتفاقا من اصلا اشتباه نکنم، من هیچ در مورد مشکل ندارم. چرا نمیذاری بگم عمه؟ ندارم عمه بابا که فریده اصلا اتفاقا تنها اخلاقی دارم، اصلا مشکل سنم من راست شو بگم و سنم هر چی که هم عمه خانم بشنگه یکی اینجا چپ چپ نگاه میکنم یه امتحان بکنیم این دسر ترکیه رو. آها من گفتم که عمه خانم بیاد برای دسر، بعد دیدم یادم اومد که اصلا این شیر دوست نداره، تو زندگیش نخورده شیر، نخورده دیگه، حتی شیر مادرم نخورده. درسته؟ مادرم کجا بود که من شیر بده؟ سلام کن بابا، همه بی معرفت هم. خب الان مرد دوستا خب اشتباه میگیرم، میگه مگه خب نه دیگه، مامانم جدا شد از پدرم رفت، منم نخواستش، من پیش پدرم برم. خب چی؟ پیش مامان، پیش مادر شوهر من بود، مادر بزرگم برم. خب بده من اینو یه امتحان بکنم. این چی هست اصلا؟ من بگو. این یه دسر ترکیه، سوتلاچ. خب سوتلاچ این برنج وانیل گلاب آرد نشاسته است. همین دیگه. چرا میگه تو فیلم سنگل ترکی نشه با به مادر بزرگی میگن نمیتونه بخوره مرزه بیا سوت سوت شما خوب آره اونه خیلی خوشمه. حالا میخواد با من به فرمایشان بذاره، برو بابا من اصلا میبارم بری. خیلی خوشمه. یه بار امتحان خب باشه، یه کوچولو بده خود چنگال برم. آره بیا یه بار امتحان کن ببین اگر بد بود. و اینه که دارچینه؟ نه این گوشتم تو فر پخته روش اینه لازانی. نه اینجوری نه. خب نه دیگه من زیاد نمیخوام. خب باشه اینقدر من تستش کنم اینقدر تو بده خودم بخورم. من الان میخواد زهر بخور. الان میگه من داری بیبی خودم بخور. الان میخواد زهر بخور. بخور بگه شیر برنجه تقریبا به نظر من از شیر برنج خوشمزه تره. به نظر من آره خوشمزه است، خیلی خوب بود. دروغ نگو، مزه بستنی میده. یه طعم بستنی رو داره، خام بستنی. آره خوشمزه. آره یه جرانی از ایشون بگم، الان همه واسه شون سوال میشه. حالا یه روزی فریده خانم چی بگم، ما عادت نداریم عمه فریده اصلا اسمش دیگه میذاریم عمه فریده. خوبه؟ آره بابا. خب عمه فریده میاد اینجا براتون از سرگذشتش میگه. بابا برم دیگه گفتی دیگه. ببین این الان یه سوال شده برای به خدا برای بچه ها. خب سوال شده توضیح بدم براتون. الان نه الان وقت نداریم، الان میدونی که کار داریم. ایشون میخواد به من کمک کنه واسه پیچیدن دوره. اصلا برو بابا ببین من از این کار رو نمی کنم. چه واسه خودت هم میگی یا مگه من چیز بلد هم دولمه هستم بپیچم؟ و چیز آره دیگه الان سبزیه رو خورد میکنی و خودتون بپیچین در من میام میگیرم میبرم بخورم. خیلی یه روز میشینه اشتخی میکنم چون الان این الان برای همه سوال شده که این مگه خواهر آقا پر چرا خواهرش چرا خواهر خواهر برادر هستم ولی حالا براتون جریان رو یه روز میاد اینجا برای سلام. سلام عشق من ببخشم این من میتونم بردارم؟ آره بر زیادی شد؟ نه بخواه نه آخه دارم یه صحبت میکنم یه وسط هر دارم بفرمین بگی شما این چیزکیک ژاپنیه که به زودی دستورش رو میذارم. آره خوبه یا نه؟ نه خوبه. آره چیزکیک ژاپنیه با چیزکیک های دیگه فرق داره، دستور این هم میذارم دیگه. همین تا ولگ بعدی که داستان عمه فریده غلطی کردم اولتون رو به خدا میسپارم. غلطی کردم سر من برق نمیره. آخه الان سوال شد. خب سوال چی میخواد بشه؟ سوال شد که جریان رو باید تعریف کنی، حالا بعدا تعریف کنی. تا ولگ بعدی همه رو به خدا میسپارم. نخواهیم برق تعریف کنم بی خیال. خب خیلی دوستتون دارم.
به خدا میسپارم. منم خدا نگهدارم. جاتون خالی. خیلی خوشبخت. خدا. راستی من چند بسم خوب توضیح بدم. من از یک کیلو هم لاغر شدم. خب. حالا واجب نیست کنه بذاری که حالا ما گفتیم بشه چنده؟ دوازده من تمام شد برم دارم میرم بومبایی ما هم خب واجب میکنی یه سری سبزی میخوام خب اگه توی این زن رو یا امه ایدام زن رو زن چند تا سبزی برم از سفارش بدم من که سن روزم دیگه باید پر آقا دوام شد چی میخوای؟ چی میخوای؟ یا به سبزی فروش چی میخوای؟ من نمیکنم من از نه بابا چی میخوای؟ اما من برات میخرم بیارم نه زن بزنی زن که خدا میرم برات میخرم بیارم نه تلفنی بگو که آماده بکنن که بشه من چی میخوای؟ حالا تو زنگ تو بزن گیشیز و اینا میخوام خواهد بریم کلا سبزی پلویی میخوای یا سبزی آش؟ سبزی آش میخوام. خب من سبزی آش میخوام. نیم فیل بخش. نیم فیل بخش نیم. باید زنگ بزنی. تلفن. باید خب ما نام بگیم. نه حفظ نیست. گوشی بابا خلی باید زنگ بزنی. اونجاست گوشی. میاری؟ گوشی بابا خلی اونجاست. نه همه با گوشو خوش داری بزنم حس نیستم خب تلفن ها رو علی این شب نهار من رفت دیگه چهار وقت از که برم کنم من نهار دریک شستم وا نهار من که چی دادی؟ فرم سبزی دارم دروغ نگو واقعا شوخی میکنم خفش فرم سبزی اگه بوده بوش در میاد دیروز درست کردم واده سبزی این گفت نه گفتم نه خب اشخواه سنچه تو ده آنیه خوشمرده بود نخور دیگه نه من خوردم خیلی که الان ببخش حواسم هم نبود اصلا نمیتونی کنم یه دل ورداشت هم بودم تو خب بالاخره یه رفت من که نیستم وحشی تو خب نیستم بعد رو ببر علی رضا نه نه مرسی تو ببر خب چیز که که جاپانیه وحشی نمیخوای نیرو چی؟ ما دروش کنیم تا خیلی خیلی سلی آبا سلی اسم سلی سکی آش آره سلام خوب هستی شما؟ ببخشید سبزی آش میخواستم برام میذارین کنار بیام ببرم اصلا چند وقته؟ چی سرمان که من دارم چی؟ از هر دسته چند از هر دسته دو تا دو آشی چند دو آشی چند سبزی ماری جانم سبزی ماری جانم داریم مال جانا مال جانا نه آه باش خدا حافظ اصلا چی هست سبزی مال جانا آش میدن خیلی خوشمزه خفش این کسی پتا سبزی مال جانا پتیس خیلی آشقاله میدونفت خیلی کسافتی خیلی عوضی هستی من خواست سرکار بذاری مرده که پفی این مال معتاده هست زهری مال یه جون زنم یه جون تو میزنم چه صفت آشکار تو خود یه زد میکنی ببین خیلی عوضی شما دو به مرده بگم دو بگم نرم حساب نه قطع کن قطع کن قطع کن نه قطع کن قطع کن قطع کن نه قطع کن قطع کن
خیلی داری سبزی من. آقا سبزی بارو جانا چرا نداری؟ این چه سبزی فروشیه؟ آره من زده بالا زده بالا سبزی مارو جانا میخوام. خب نشتختی بازه بشتختی مشتری هم دیگه. خب گیر بیم من یه ساعت دیگه میخوام. من تزریقی هستم. نه نگیره فرق بر آقا. خب پیدا کن تو یه ساعت دیگه میام برام پیدا کن وگه نه اونجا در سبزی فروشی قش کردم و من نمیدونم. ای خنده نداره من جدی صحبت کردم. نه نه خودم میام بیر خونم رو یاد بگیری خیلی زرنگی. من خودم میام با والد دکسد آبی هم دارم. از یه مای بار بزنه؟ نه بچه رو بار بزنم من میخوام سبزی مارو جهاد رو بار. به آب بخندی دیوانه آشغال عوضی. حالا که میخوای سر نه دیم میخوام بزنم که توی اون خوابت کردی. حالا که میخوای سر کار بزنی دولا سر کار بزنی. ای با خاک آنم من رو که حرف اینجا رو دارم گوش میکنم خیلی